افزایش به پیشینه آمار قربانیان کرونا در افغانستان. تا اکنون 369 بیمار کووید 19 در کشور جان باخته و بیش از 20 هزار تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. به همین دلیل حکومت افغانستان وضع محدودیت را افزایش داده و نهادهای آموزشی را تا 3 ماه دیگر تعطیل اعلان کرده است. در همین حال وزارت صحت عامه هم از احتمال یک فاجعه انسانی در صورت توجه نکردن مردم به رهنمودهای این وزارت نیز هشدار می‌دهد. این در حالی است که بیش از 400 هزار تن در سراسر جهان در نتیجه ویروس کرونا جان باختند و بیش از 7 میلیون تن دیگر مبتلا به این ویروس شدند که در همین مورد بیشتر بحث می‌کنیم. بیننده‌های عزیز سلام، به برنامه خط کابل با من حارث جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقای دکتر فیاض صافی، رئیس اتحادیه دکتران و کارکنان صحی افغانستان اینجا در استودیو با من است و همچنان آقای دکتر غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه از طریق خط اسکایپ با ماست. مهمانان گرامی به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای نظری، میخوایم که بحث با شما آغاز بکنم. هشدار وزارت صحت عامه مبنی بر احتمال یک فاجعه انسانی در صورت بی‌توجهی مردم چقدر جدی است؟ سلام خدمت شما و جناب دکتر صافی، همزمان همکارای تکنیکی و بیندگان تلویزیون شما. دقیقا بحث احتمال وقوع یک فاجعه انسانی که توسط وزارت صحت عامه افغانستان در صورت پیش بینی شده، در صورتی که مردم پیام های وزارت صحت عامه افغانستان را جدی نگیرند و نکات وقایعی که در طرح 3 ماهه توسط حکومت افغانستان ارائه شده او را در نظر نگیرم، مطمئنا تعداد واقعات مثبت و همزمان تعداد واقعات فوتی ما متاسفانه بیشتر خواهد بود. به این خاطر است که پیام های وزارت صحت عامه افغانستان متواترانی است که شما مسئله را جدی بگیرین، فاصله گذاری اجتماعی را در نظر بگیرین، از گرد همایی های بیش از 10 نفر در فضاهای بسته جلوگیری بکنین. این بحث است که گفته شده و این مسئله با جدیت بسیار تمام توسط وزارت صحت عامه افغانستان بیان شده و نگرانی خود وزارت صحت عامه افغانستان برای مردم بیان کردن. خب نظر شما چی است؟ بررسی های شما چی را نشان میده؟ چرا با وجود این همه هشدارهای جدی مردم افغانستان بحث کرونا را و بحث نقاط وقایوی را که شما اشاره کردین همچنان رهنمودهای وزارت صحت عامه را جدی نمیگیرن؟ خب متاسفانه هم قسم که دیده میشه یک تعداد اندکی از هموطنا این مسئله را جدی نمیگیرن و هنوز هم شاید به کرونا باور ندارن، ولی متاسفانه این یک واقعیت است. ما تعداد تلفات ما متاسفانه تلفات ثبت شده در وزارت صحت عامه افغانستان بیش از 360 نفر رسیده و همه روزه در رسانه های اجتماعی شاهد از این مسئله هستیم که تعداد کثیری از هموطنان ما جان خود از دست میدن. بررسی های ابتدایی که توسط همکارای ما از وزارت صحت عامه افغانستان شده یک تعداد هنوز هم باور ندارن و این بیباوری ها بعضا توسط یک تعداد اندکی از افراد و اشخاص در بین جامعه با وجود می آید که میخواهن مردم با گفتن ای که من یک دوا را ساختم و یا یک واکسین را ساختم و یا یک راه حل به خاطر مبارزه با کرونا پیدا کردیم، مردم خوشباور افغانستان متاسفانه فریب میدن و او به این مسئله عقیده پیدا میکنن. خب این موضوعی را که شما اشاره کردین، چرا وزارت صحت عامه به گونه جدی بررسی نمیکنه؟ خب وقتی که یک کس ادعای ساختن یک واکسین میکنه، در صورتی که ادعایش درست است خب مورد پشتیبانی قرار بگیره. اگر این یک فریب و مکر است، چرا در برابرش استادگی صورت نگرفته؟ دقیقا من فکر میکنم که بحثی را که وزارت صحت عامه افغانستان بعد از در واقع ادعا کردن هر فرد و خصوصا آقای علی کوسه مسئله بیان شدی بود که وزارت صحت عامه افغانستان بعد از بررسی مواد در لابراتوار وزارت صحت عامه این مسئله را رد کردن، به سکتورهای امنیتی افغانستان مکتوبی و رسمی رسانیده شده که این مرکز محدود بسازند و این کاری بوده که وزارت صحت عامه افغانستان کرده و طبق گزارش ها که رسیده که مرکز آقای علی کوزهی بسته شده. تشکر آقای صافی. آیا بحث کرونا واقعا جدی است و میتونه یک فاجعه انسانی را در افغانستان به بار بیاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی
او درون ورور ډاکټر صاحب او د خپل هیواد شریف ولسونو ته سلام او نیکهله. کرونا یو نړیوال وبا دا یو طوفان دی، د الله یو عذاب دی. دا درسته ده چې موږ یې منکر نه یو، د الله یو قهر دی. په یو شکل به راځي، یا به ورته کووید 19 وي، یا به ورته 13 وي، یا به ورته 16 وي. ولې متاسفانه یوازې د مامورینو دا کلمه چې فجایه را روانه ده او ټول تباه کېږي او ټول هلاک شول او ټول مړه کېږي، دا د ولس د هیواد او زموږ د افغانستان د ملي مصالحو سره برابره خبره نه ده. ځکه زموږ خلک 40 کاله په جنګ کې تیر کړي او د یو رواني تکلیف سره موږ گرفتار یو. خب اگر چنین هوشدارهای مبنی بر این فاجعه داده نشه، راهکار عملی چی از چی کار باید زه وایم چې د دې په یواز باندې باید دوی د خپل ماموریت خواږه کې ماموریت ما در کدام سمت است و چی باید کرد، یا باید برنامه خود بگویه، نه خب بار یعنی دوش خود. یعنی شما فکر میکنید وزارت صحت عامه نتونسته اقدامات موثری به خاطر جلوگیری از کرونا داشته باشه؟ ما فکر میکنیم که ناکامترین ماموریت و مدیریت وزارت صحت عامه در حیثی مهار کردن کرونا بوده و ای تنها نیک با ما، بلکه تمام صنف ما و تمام ولس و مردم و ملت افغانستان بایی بالکل مثل آفتاب واری و مثل خورشید واری برشان روشن است. بخاطر از اینکه خودش اعترافات میکنه که به عمل کرد و گفتار ما کسی عمل نمیکنه. چی دلیل وجود داره؟ نبی علیه السلام میفرمایه و الله در قرآن میفرمایه لما تقولون ما لا تفعلون. او کاری را که شما به زبان میگین و خودتان عملی کرده نمیتانی، او را به مردم نگوین. بناءً اگر تما کردن و به ملت گفتن که شما به تم ازی بشینین که افتا و گرم شوه، باز کرونا گم شوه، مهربانی کنه، یک خدمتی که در مابین مردم هویدا باشه در رابطه با کرونا بگویه. خب آقای صافی، شما هم مربوط به همی صنف هستین، حداقل موارد را که شما فکر میکنین که وزارت صحت عامه باید انجام میداد که تا اکنون انجام نداده، حداقل یک دو مورد انگشت بگذارین که کدام موارد بوده که وزارت صحت کوتاهی کرده. ما یک یک را میگیم و ما از این صنف هستیم. صنف قرضدار این ملت است و صنف در قبال این ملت قربانی خود داده. در سنگر اول امیال دکتر می جنگه، در سنگر اول قربانی میتا، بیشترین امار از دکتر است. ولی متاسفانه کسایی که در مدیریت هستند، وزیر اینوانی مدیریت مسلکی، اینا به مسلک هستند. اینا صرف به مدیریت و فرم و جدول میفهمه، ولی در مابین مسلک زندگی نکرده. ما برشان مثال میتیم با مدیریت کرونا، چون این مسئله بین المللی بوده، دا یو نړیوال مسئله وه. د دې دپاره پکار ده چې نړیوال ژبه، نړیوال سیاست، نړیوال ډیموکراسي، ډیپلوماسي او جمع نړیوال تعهد او نړیوال صداقت ته ضرورت و. چې په دې اوسنۍ کمیټه کې چې د دې کرونا دپاره تعین شوې ده، دا د هیواد د ملي دردونو دپاره او د کرونا دپاره شافي نه وه، ځکه غیر مسلکي کمیټه وه او ټول حرکات چې کړي دا غیر مسلکي و. تر څو چې موږ که موږ واقعا کولی چې کرونا مهار کړی وی، نو موږ مخکې نه باید اقدامات درلودلی. دوه میاشتې د مخه موږ په هود کې د کرونا شاهدي وو، پروس کال یا ته نوي کال. موږ باید په جدي کې او په دلوه کې باید د کرونا دپاره تدابیر درلودلی. موږ باید په اسلام قلعه کې وړې وړې خیمې اچولي وی، او دا خلک هم د 14 ورځو دپاره په 5 خطونو تقسیم کړي وی. خط اول طبي سرخ، خط اول طبي تور، خط دوم زیړ او بیا شین. حاملهداره ښځه، وړوکی ماشوم، بیا عراض ماشومان په یو طرف کې، او بیا عرضداره واړه ماشومان په بل طرف کې، او لویان عرضداره په یو طرف او بل طرف کې. چې دا کار د افغانستان د ملت لپاره، د ولس لپاره، د یو ازادۍ، د پاکۍ او د کرونا نه د خلاصون دپاره یوه لار وه. متاسفانه چې موږ دا منزل په غلطه وکړو. موږ هیڅکله مسلکي کسان په دې کمیټه کې، نه د انتاني متخصصین، نه د دې صنف مشران، نه پروفیسران، نه د هیواد تکړه بچی پکې راټول شولو، بلکې یو تعداد دغه مامورین چې هغوی په ماموریتونو بقا کړې ده، هلکان هلکانو، تجربه نه درلودله، علمي کفایت یې نه و، تخنیکي ستونزې یې درلودلې، دا ټول سره پکې راټول شولو. او د دې کمیټې سرنوشت دا شو چې افغانستان نن لکه د سولې او جنګ په شکل باندې یو بحران تا کرونا هم روانه. تشکر. بیننده های گرامی، اکنون هم یک من برنامه کوتاه. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای نظری، صحبت های آقای صافی را شما شنیدین.
موافق هستین که هشدارهای وزارت صحت عامه نتیجه ضعف مدیریت و ناکامی این وزارت در امر مبارزه با جلوگیری کرونا بوده؟ تشکر. من فکر میکنم که در تمام حرفایی را که آقای صافی زدن، با وجود از اینکه سوال بسیار واضحی را شما پرسان کردین که خب اگر به نظر شما وزارت صحت عامه افغانستان مدیریت درست نداشته، پس راه های حل مناسب چی بوده؟ متاسفانه آقای صافی فقط انتقاد کردن و چیزی برای جواب نداشتن. چیزی برای جواب به خاطر از این نداشتن. من از لحاظ تکنیکی مسئله را برای شما بگویم. وزارت صحت عامه افغانستان از اولین روزهای شیوع کرونا در افغانستان در مرزهای کشور تیم های سیار به خاطر بررسی افراد و اشخاصی که مراجعه میکنند برای از در واقع جانشین کرده بود. بحث واقعیه یابی در جامعه بیش از 2 ماه شده در افغانستان روی دست گرفته شده. ابتکار استفاده واقعیه یابی مریضای کرونا توسط افراد و اشخاصی که به خاطر واقعیه یابی مرض پولیو در افغانستان کار میکنند که بیش از 60,000 رضاکار هستند. ایجاد لابراتوارها به خاطر تست در بیشتر از 8 ولایت افغانستان، ایجاد شفاخانه ها و تجریدگاه ها به خاطر بستری کردن مریض های کرونا، تدارک های بیش از 500 پای ونتیلاتور و عملا آوردنشان در داخل کشور، تدارک بیش از 100,000 تست کت به خاطر تشخیص، آگاهی دهی عامه در سطح وزارت صحت عامه و همزمان همکاری با وزارت انکشاف دیات توسط شوراهای انکشافی، خواستن همکاری از منبر توسط وزارت محترم حج اوقاف. آقای نظری، در کنار این موارد اگر شما متوجه شده باشین، من اجازه بدین که من این مورد اشاره بکنم. آقای نظری، چون در قسمت رای حل آقای صافی اشاره کردن که در مرزها، یعنی وزارت صحت عامه در همو اوایل گفتن که میتونست بیمارایی که وارد کشور میشد اینا را به کاتگوری های مختلف مثل رنگ های زرد، مثل رنگ های سرخ، سیاه و آبی تقسیم بندی میکردن و تجرید میکردن. من مشخص میکنم این موضوع را، این موضوع را من مشخص میکنم. بحث تمام افراد و اشخاصی که از مرز خاصتاً اسلام قلعه وارد افغانستان شدن، همه شان اسکرینینگ شدن، همه شان پیام های صحی را گرفتن، توسط تیم سرویلانس ردیابی شدن. به همین دلیل بود که ما سیر مرض در افغانستان بعد از بیشتر از 3 ماه هنوز هم تعداد واقعات ما الحمدلله آنقدر که زیاد باید باشه نیست. در اوایل روز شما ببینین امروز در امریکا بیشتر از چند صد هزار فرد مصاب شده، یا در ایران در ظرف کمتر از 10 روز بیشتر از 100,000 نفر مصاب شد، ولی در افغانستان بیشتر از 3 ماه شده هنوز هم ارقام راجستر شده 20,000 است. درست است، ارقام واقعی نیست، ارقام بالاتر است بنابر کمبود تسکت ها، ولی این بحث بوده که ما تانستیم سیر مرض بتی بسازیم. این بحث کارهایی بوده که وزارت صحت عامه افغانستان انجام داده و ما جا داره که از چپن سپیدای ما که واقعا کار میکنن در خط اول هستن، قربانی دادن، مصاب شدن. همکارای ما در وزارت صحت عامه افغانستان که متاسفانه با کمال بی‌احترامی آقای طبی برشان کلمات نادرست را استفاده کردن، عملا در وزارت صحت عامه افغانستان ما مصابین داریم. متاسفانه همکارای ما در وزارت صحت عامه افغانستان فوت شدن به عوض احترام گذاشتن توسط. خب تشکر. بنا به دلیل مشکلات تکنیکی تماس ما با آقای نظری قطع شد. خب آقای صافی، موارد را که آقای نظری اشاره کردن، گفتن که شما بیشتر انتقاد کردین و در مورد راهکارهای عملی اشاره نداشتین. حالا اگر میشه راهکارهای عملی را شما هم بالاش انگشت بگذارید. دادی ولستری را سرگند را بعضی مامورین ده دغه خبرو او دغه سنت وګوره په ډیره بی شرمی، په ډیره بی حیاګری دا د هیوادوالو سپکاوی کوي، د خپل صنف سپکاوی کوي. د صنف په مشرۍ کې زه یم، زه د ټول صنف او د دې ولس قرضدار یم. موږ ټول خدمتونه کړي، ډاکټر مړ شوی خو نه ورته
تجهیزاتو کې سینیټایزر او نیچا پنوا د کمبوتاتو د تجهیزاتو نه ډاکټر زمونږ مړله د مدیریت د وزارت ساتامه د مامورینو د ناکامۍ نه مړله ځکه د دوی امتیاز د دوی اغټولي پیسې یو تعداد وړو وړو الکانو چې تر اوسه پورې د ماموریت تادیبات نه دی پوره کړی د خپل خبرو په ادب نه پیږي چې څه قسم اولسی جبه پیدا کی او اولسته یو ادبی خبره وکړي وای چې تا د ډاکټرانو به احترامي کې زه د ډاکټرانو په منځ راغلم زه د ډاکټرانو به احترامي نه کوم زه د غلو چې د افغانستان د اولس ټول زیرمیز او څټلې د افغانستان ټول ډالر او راغلی 800 میلیون ډالر پور کوټی ځان مانی چې تر اوسه د ماموریت تادیبات او درجو ته نه دی رسیدلی ک ډریوران کوټی مامورین راغلی دي غیر مسلکی او د کورونا په کمیټو باندې ناشتي د دې ولس نه شرم نه کیږي حیا نه کیږي چې دا په دغه بیا د بیر پاتېږي او یو چاته وي زد سیاتامي مسلکی او اصل مامورین ټول عمر می په دې مسلک کې تیر شوی مهرباني وکستا په دې کمیټې کې ماته یو مسلکی پوهان انتانی متخصص تخنیکی مشر ماته راوخیا کوټ کوټه الکانو او د ډریوران نم جوړ کړی و همدا دلایل دي چې ستاسو غونډه خلکو په دې کې ځان زیبزې کړی او کنو د دې ولس نه پښتنه وشي چې ترمز دې په څو اغستو چې پرکټ دې په څو اغستو د مانو ته 20 میلیونه روپۍ د مانو ته ورکړي دي تا کومه د سی برنامه چې د افغانستان خلکو د مصلحت لپاره ورکړي دا چې نن ته پیویړې تشکر آقای نظری بحث را آقای صافی اشاره کردن با حفظ احترامی که گفتند به فعالیت و عملکرد چپان سپیدا دارند اما این چپان سپیدها در نتیجه نبود امکانات و تجهیزاتی که وجود داشته جان باختند و وزارت صحت نتانسته به گونه درست تجهیزات در برابرشان فراهم بکنند من فکر میکنم جواب دکتر صافی اولا که همراه نسل جوان مشکل دارند در کل میخواهند که همیشه بزرگای ما مثل خود جناب صافی صاحب در وزارت ساعتومه افغانستان به نیست وزیر ساعتومه افغانستان کار بکنن و یا امثال هم خب حداقل مورد را که اینا نقد داشتن شما میشه چند تا مثال بزنین تا ای که مردم افغانستان هم همین لحظه که ما و شما را میبینه راستی بتانن قضاوت بکنن در بحث کمیته کرونا گفتن شما چند تا از افراد را بر ما نام بگیرین که تخصص در بحث طبابت و امیرشته داشته باشن ما اولتر از هم میخوایم در بحث کمیته کرونا را برای شما بگویم از شخص وزیر صحت تابع افغانستان گرفته تا به افراد و اشخاصی که در این کمیته هستند کسایی هستند که همه متخصصین هستند یا در بخش صحت عامه یا در بخش طب معالجوی بخش انتانی مثلا دکتر محب الله زیر یکی از بهترین دکترها و متخصصینی هستند که رئیس عمومی طب معالجوی هستند دکتر بشیر احمد حمید یکی از جمله متخصصینی هستند که رئیس طب وقایه و عضو کمیته هستند دکتر وحید مجروح کسی هستند که مستری خود از انگلیس گرفتن و امثال هم برمیگردیم به بحث کمبود تجهیزات ما بارها از امی تریبیون حتی در تلویزیون شما در ابتدا گفتم که وقتی ویروس کرونا در افغانستان چیو پیدا کرد واقعا وزارت ساتومه افغانستان چون یک برز نو بود یک کشور است که امکانات کم داریم که امکانات در دسترس نبود مشکلات بود به این خاطر به کمبود مواجه بودیم ولی امروز که آقای صافی داره میکنن میتونن که نام بگیرن در کدام شفاخانه افغانستان در کدام شفاخانه افغانستان امروز همکارای ما به لوازم محافظتی دسترسی ندارن استاک وزارت ساتومه افغانستان بیش از 500 هزار کت محافظتی در استاک مرکزی وزارت ساتومه افغانستان قرار داره همون قسم در استاک های ولایتی تمام ولایت های افغانستان وجود داره در شفاخانه های افغانستان وجود داره من میخوام از آقای صافی بپرسم که در کدام شفاخانه تان شما لوازم محافظتی کم بود دارین که ادعا میکنین که وزارت ساتومه افغانستان نداره خب درست آقای نظری بگذارین که همین سوال آقای صافی پاسخ بده دوباره من به شما برمیگردم من یک لحظه گپ خودت تمام میکنم مشکل ما این است که تا زمانی که ما در واقعیت در مدیریت باشیم در رأس یک اداره باشیم همه چیز گل و گلزار است و زمانی که به خاطر هر دلیل ما از اداره پس میشیم بازو اداره میشه یک اداره فاسد اداره میشه اداره که مدیریت در او وجود نداره تشکر بیایم کمی فرهنگ تغییر بدیم بیایم که انتقادای بجا بکنیم بیایم که همکاری بکنیم تا بتانیم مشکل حل بسازیم نه ای که به انتقادهای بیجای خود وزارت ساتومه افغانستان و مردم افغانستان به چالش بکشیم تشکر آقای صافی اگر واقعا با انتقاداتی که شما میخواین مطرح بکنین اگر دنبال جایگاه در وزارت ساتومه نیستین موردی را که
آقای نظری پرسان کردن که مشخصا در کدام شفاخانه کمبود امکانات و تجهیزات عملا موجود است. زباید نظری سبت دومره وایو چې زه د اطفال و پروفیسر و متخصصیم، زده دیو ماشوم په صفت بخمه ته چې هر څه وایي هغه وایه، خو د اولسم په تا قضاوت کوي ستا خبرو ته تلی کي چې ته څه وایي. زه د عامې روغتیا نه وزیر ومه نه موینوم چې لرې شوی اوس دا پیشنهاد وکړم. زه د عامې روغتیا د کور اصلي مالک یم، د دې وطن بچی یم، د عامې روغتیا په وزارت کې مې وظیفه ده، مسلکي سړی یم. د غلو سره په لاره نه ځم، څوک چې فرمې جوړوي، ډالر جذبوي، جدولونه جوړوي، د هغوی سره مې سر و کار نشته. مهرباني دي وکړي زه ورته فقط یو دوه درې مثاله ورکوم. خب در قسمت شفاخانه هایی که زه د وزارت صحت عامې سره جخت په یوه ولش کې د سیاتفل روغتون دی. په دې سیاتفل روغتون کې د آی ډي په وارد، د کرونا په وارد کې زه کار کړم. تاسې باور په خدای وکړئ که د کرونا په وارد کې زه درته په جرأت یې وایم، ورشه دوی یو مثال ورکړي. نه عینکې شته، نه دستکش شته، نه چپن شته، په غیر د یو خلطې د خرسک نه نور هیڅ شی وجود نه لري. مهرباني وکړه ته ما ته ووایه، او نه دې په شپخانه کې همدا اوس برحاله رئیس شته، نه دې معاون. معاون یم په کور باندې ناست دی چې زه ټوخی کوم، کرونا نیولی یم. رئیس دې په کور باندې ناست دی، ټوله شپخانه یې د ملت ته وازه پرېږي. ده یو لوی انستیتوت د ملت ته پاتې شوی، د وزارت د صحت عامې سره په یو لش کې پروت دی. مهرباني وکړه دا راته ووایه. او دویم، دا ستا خبرې خلک تلي، درواغ خلکو ته مه وایه. دا ولسونه د دروغو په ماموریت باندې نور قطن اعتماد نه کوي. ښاغلی زیر زما ملګری دی، زما دوست دی، ما سره په ساتفل کې کار کړی دی. هغه یو جراح دی، هغه په کرونا څه پوهیږي؟ هغه د کرونا او انتاني متخصص نه دی. تشکر آقای صافی، د وطن مسلکی او پروفیسر بچیم راوی. تشکر آقای نظری، خیلی کوتاه، فرصت اندک است. بحث شفاخانه صحت طفل گفتن که با کمبود امکانات و تجهیزات روبرو است. جناب عزیز دل، شفاخانه ساعت طفل وزارت صحت عامه افغانستان لوازمی که ضرورت است بر اساس تعریفی که سازمان صحی جهان کرده با او مجهز هستند. ماسک وجود داره در وزارت صحت، در شفاخانه ساعت طفل دستکش وجود داره، ولی اگر صافی صاحب میخواهن که به اوجه ما کت پی پی ای ببریم، کت پی پی ای ضرورت نیست بر اساس طرزالعملی که سازمان صحی جهان وزارت صحت عامه افغانستان گفته. او یک شفاخانه است که برای بخش اطفال کار میکنن و ضرورت به است که لوازم محافظتی ابتدایی باید در اوجا باشه که هست. تشکر، سپاسگزار هستم از حضورتان آقایان نظری و آقای صافی. بیننده های عزیز، از شما هم تشکر که تا این دم بیننده بحث ما بودن. تا برنامه بعد، بدرود.